درود و مهر به تمامی دوستان و همراهان کانال کارگاه روستایی ما. نظرتون چیه امروز به باغ گیاهشناسی ایران یه سری بزنیم و ببینیم که وضعیت گیاهان دارویی در این باغ به چه شکله؟ و همین که یه سفر مجازی به باغ‌های گیاهان دارویی معروف دنیا داشته باشیم. من شراره یاوری هستم و علاقه من به طبیعت و گیاهان هستم. به خصوص برام خیلی جالبه وقتی که میبینم هر گیاه کوچیکی که از این زمین سر برمیاره یه ماموریت ویژه‌ای به عهده داره و دنیای وصف ناپذیری در پشت پرده خودش داره. تمام تلاشم هم اینه که ذره از این دنیای بزرگ سر در بیارم و تجربیاتم رو اینجا با شما در میون بذارم. بریم سراغ باغ گیاهشناسی ایران. باغ گیاهشناسی ایران در سال 1347 ساخته شده و وسعتی حدود 145 هکتار داره. یک باغ 4 فصل که در تمامی فصول زیبایی های خاص خودشو داره. یکی از قسمت های پربازدیده باغ موزه حشراته که بسیار جالبه و از نظر من شناخت حشرات مکمل شناخت گیاهانه. البته که وقتی آدم با دنیای کشت و کار آشنا میشه با انواع حشرات هم روبرو میشه و این دانش واقعا اونجا به در آدم میخوره. پیشنهادم اینه که حتما یه برنامه بذارید و باغو ببینید، چون دیدنش خالی از لطف نیست. واقعا فضای زیادی برای دیدن داره که قطعا نمیشه توی یه ویدیو گزارش ازش تهیه کرد. این باغ 7 رویشگاه مربوط به ایران داره. مثلا گیاهان کوههای البرز و زاگرس که خودش طیف متنوعی از گیاهان کوهستانی رو در خودش جا داده و یه بخش دیگه هم مربوط به میوه های باغهای ایرانیه که البته قسمت مورد نظر من که باغ گیاهان دارویی هم هست رو شامل میشه، ولی راستش من اصلاً از این بخش راضی نیستم، به خاطر اینکه ایران یک کشوری است که حداقل 8000 گونه گیاهی داره و از این مقدار 8000 تا حداقل 2300 گونه گیاهی معطر و دارویی شناخته شده داره. از این تعدادم فقط 450 مدلش تو عطاریا به فروش میرسه. بذارید یه مقایسه بکنم با یه کشوری مثل انگلستان. در کشوری مثل انگلیس حدود 1000 گونه گیاهی ثبت شده داریم که از این مقدار 250 تا 300 گونه گیاهی دارویی و معطر ازش شناخته شده. و یا مثلا کشور پهناوری مثل آمریکا که حدود 3000 گونه گیاهی ثبت شده داره. از این تعداد هم 600 گونه به طور سنتی یا در طب مدرن به عنوان گیاه دارویی استفاده میشه. البته اینم بگم که تخمین دقیق تعداد گیاهان کار بسیار دشواریه و این اعداد رو من از یه سرچ ساده به دست آوردم که ممکنه خیلی هم دقیق نباشه ولی میتونه به واقعیت نزدیک باشه. ما تو این قطعه گلزا میکاریم، گلرنج میکاریم، آدم زمینی میکاریم، جرچرچ میکاره، یعنی کاشتیم اینا رو هم حبیت کاشتیم و بادام زمینی کاشتیم، آفتاب گردون میکاریم و هندوانه ابوزهل، هندوانه ابوزهل و کدو و چخندر میکاریم و سویا. اینا همشون گیاهان دارویه؟ اینا رو دارویه، همه رو اینجا ما توی این گته میکاریم. تقریبا یه 20-25 روزه میکارم، بعدن دیگه سبز میشن و میان رو دیگه شروع میکنم گول دادن و اینا چه میان میزنن میبرن داروشو میگیرن. سلوی همیشه مونده. سلوی چی هست؟ سلوی گل مریم میگن بهش. آها گل مریم. دست شما درد نکنه. این بوکون ببین چه خبر. خیلی ممنون، مرسی. آویشنه، دستتون درد نکنه، لطف کردی. اونم که روزماری هم اینجا باغ گیاهشناسیه. ما در داخل باغ گیاهشناسی چندین تا بخش تحقیقاتی داریم. یکی از بخش‌های تحقیقاتیمون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی هستش. گیاهشناسامون در واقع به تمام نقاط کشور مسافرت میکنن و بذرا رو جمع‌آوری میکنن و بذرا رو منتقل میکنن به بانک ژن منابع طبیعی. ما اونجا تجهیزاتی داریم که اینها رو به این شکل پک می‌کنیم، پرس می‌کنیم
و در فریزرهای مجهزی نگهداری میکنیم، مثل کشتی نو در واقع اینا رو نگهداری میکنیم. اگر که تو عرصه از بین رفت ما بتونیم اینا رو احیا بکنیم. و بذرهای دیدن 5,000 نو، از ما 20,000 نو، ما بذر داریم اگر اشتباه نکنم که ما پنده 50 سال اینا رو جمع بعد. یه کار خیلی خواهانه که ما از کشور اروپایی در واقع ایده گرفتیم هستش که دوستانی که به صورت در واقع داوطلب دوست دارن که کار خیلی خواهانه انجام بدن، میان این بذر رو سرپرستی میکنن، سرپرستی بذر. حالا ما آلبومایی داریم که گونه های گیاهی مختلف رو داخلش به نمایش میذاریم. اینجا هستش یه سری از گونه ها که ما اینا رو در واقع میخواییم از افراد دنبال داوطلبانه شراکت کنن تو نگهداری اینها، چون ما اداره دولتی هستیم، شراکت کنن تو حمایت و حفاظت این گونه ها و به ما کمک بکنن به عنوان یک کار خیلی خواهانه، که در آخر ما یه لوحه بهشونه به افراد در واقع میدیم این لوحه رو و از 60,000 تومان در واقع شروع میشه به عنوان سرپرست هر بعضی که دوست داشت. دیدن بذرها برای خودم هم خیلی جالب بود. چقدر خوبه که بذرهای گونه های گیاهی به این شکل حفظ بشه. این بذر یونجه واقعا چیز جالبی بود. من اگه اینو توی طبیعت میدیدم فکر میکردم که یه حلزونی چیزی باشه. تصوراتم راجع به بذرها در کل عوض شد. بفرمایید. این گونه یونجه حلزونیه، این باز یونجه است، یه نوع یونجه دیگه است. گونه های مختلف یونجه هستش. اینم یونجه سخت. این هم فکر بگم یونجه است. آره؟ از این بره. بله، یونجه زرده. اینا گونه های علمیش هستن که کارشناسا برای ما متوجه میشن که به چه شکل اینا رو بسته بندی. سلامت. آدرس سایتمون هم اینه، هر که میتونه از این سایت استفاده کنه. خب حالا وقتشه که با قدیمی ترین باغ گیاهان دارویی جهان یعنی باغ گیاهشناسی پادوا ایتالیا آشنا بشید. باغ گیاهشناسی پادوا در قرن 16 میلادی یعنی اوج شکوفایی دوران رنسانس به عنوان اولین باغ گیاهشناسی علمی در جهان تأسیس شد. این باغ با هدف ترویج، مطالعه و تحقیق بر زمینه گیاهان دارویی بنا شد. در اون زمان این باور به وجود اومده بود که درک عمیق‌تر از گیاهان دارویی و خواص درمانی آنها در سلامتی انسان نقش خواهد داشت. از این رو این باغ به مکانی برای جمع‌آوری، کشت و مطالعه گیاهان از سراسر جهان تبدیل شد. و این یه فرصت منحصر به فرد برای دانشمندان و پزشکان اون زمان بود که ضمن آشنایی با گیاهان دارویی بتونن تجربیات خودشون رو در اون محل با دیگر همکارانشون که از سراسر اروپا به منظور تحقیق و تجربه به اونجا می اومدن به اشتراک بگذارن. این باغ نقش اساسی در توسعه علم گیاهشناسی از 5 قرن پیش تا کنون رو ایفا کرده و به عنوان الگویی برای تأسیس باغ‌های گیاهشناسی در سراسر جهان شناخته شده. من امیدوارم که با ساخت این ویدیوها مردم کشورم رو متقاعد کنم که خیلی باید مراقب گیاهان سرزمینمون باشیم. سرزمینی که همواره مورد هجوم بوده و از ابتدای تاریخ مظلوم واقع شده. شاید یه روزی هم ما بتونیم حق این خاک رو اونجوری که شایستش هست به جا بیاریم. خب بگذاریم. باغ گیاهشناسی پادوا بخش‌های متنوع و ویژه‌ای داره. از جمله باغ تاریخی که مجموعه شامل گلخانه ها و حوضچه ها و مجسمه ها است که قدمتشون به قرن 16 میلادی میرسه. این باغ گلخانه های متعدد داره که در اون گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت و پرورش میشن. گلخانه های ارکیده و کاکتوس و همچنین گلخانه گیاهان گوشتخوار از جمله گلخانه های این باغ هستن. باغ پادوا همچنین یک باغ سیستماتیک در خودش داره
که شامل مجموعه از گیاهان است که بر اساس طبقه بندی علمی مرتب شدن و به بازدید کنندگان این امکان رو میدن که تنوع شگفت انگیز دنیای گیاهان رو از نزدیک مشاهده کنند. باغ گیاهان دارویی هم که ایده اولیه برای ساخت باغ پادوا بوده و گل سرسبد این باغ به شمار میاد، به بخش‌های مختلفی مثل گیاهان ضد التهاب، گیاهان ضد اسباز، گیاهان ضد عفونی کننده و گیاهان آرام بخش تقسیم شده. موزه فسیل‌های گیاهان باغ گیاهشناسی پادوا که در قلب این باغ تاریخی واقع شده، گنجینه‌ای بی‌نظیر از فسیل‌های گیاهی رو به نمایش گذاشته و این موزه به بازدید کنندگان این امکان رو میده که سفری به اعماق تاریخ داشته باشن و با تنوع گیاهی در دوران‌های گذشته آشنا بشن. در ویدئوی گل مگنولیا من یکی از این فسیل‌ها رو نشون دادم. اگه دوست داشتید این ویدئو رو ببینید. امروزه باغ گیاهشناسی پادوا به عنوان یک میراث فرهنگی در یونسکو به ثبت رسیده و به عنوان نمادی از تاریخ غنی علم گیاهشناسی حفظ و نگهداری میشه. خب دوستان، راستش باغ‌های گیاهشناسی زیادی در سراسر دنیا هست که هر کدوم جذابیت ویژه‌ای داره و من قصد داشتم که حداقل 2-3 موردی رو براتون بررسی کنم. ولی به اینجای ویدیو که رسید گفتم که شاید از حوصله شما عزیزان خارج باشه. به خصوص حتی در مورد باغ گیاهشناسی در پکن چین هم مطالبی آماده کرده بودم که اگه دوست داشتید در یه ویدئوی دیگه بهش میپردازم. خوشحال میشم که با من در تعامل باشید و به من بگید که از کدوم بخش دنیای بزرگ و رنگارنگ گیاهان دارویی بیشتر لذت میبرید. مثل همیشه ویدئو رو برای دوستانتون ارسال کنید، به خصوص کسانی که میدونید دوست دارن برای ایران قشنگمون قدمی بردارن. نظر شخصی خودم بر اینه که با مطالعه و مقایسه وضعیت گیاهان در سراسر دنیا میتوان به بهبود وضعیت نگهداری گیاهان دارویی ایران که خداوند در طبیعت این سرزمین پرگوهر سخاوتمندانه به ما ارزانی داشته کوشید. دست به دست هم دهیم به مهر، میهن خیش کنیم آباد. تا ویدئوی بعدی خدایا رو نگهدارتون.